درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم. سخنی کوتاه درباره مطلبی به نام بومی سازی یا بومی کردن در مناطق گوناگون ایران که خیلی کم بهش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرداخته شده، گرچه مطلب بسیار مهمی است. جریان از این قراره که از چندین سال پیش در کشور در بخش‌های مختلف سعی بر بومی سازی نیروها شده، از دانشگاه‌ها آغاز شد، سهمیه دانشگاهی به استان‌های داده شد که دانش آموزان اون استان شانس بیشتری و برای قبول شدن تو دانشگاه‌های اون استان داشته باشن و به عبارت دیگر پس از دیپلم در استان یا شهرستان خودشون بمونن، یعنی با امتیازهای بیشتری که به اونا داده میشد میکوشتن که فارغ التحصیلان دیپلم دبیرستان رو در دانشگاه همون استان نگه دارند. بعد حتی به خدمت نظام سربازی هم کشیده شد این جریان بومی سازی، به این گونه که کوشش شد که بیشتر نیروهای سرباز تا جایی که ممکنه در استانهای خودشون مشغول به خدمت بشن. بومی سازی در ادارات هم خب طبیعتاً جا باز کرد، در استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها و ادارات کوشش شد که از نیروهای بومی و مردم همون شهر و همون استان بهره گرفته بشه. در ظاهر کار به نظر کار ایرادی نداره و کسی قاعدتا نباید احساس خطری بکنه. ولی برای اینکه بدونیم خطر کار در کجاست، یه مقدار برمیگردیم عقب به سیاستی که از زمان رضا شاه آغاز شد، مبنی بر اینکه باید کارمندان دولت، چه کسانی که در ارتش بودن، چه کسانی که در تشکیلات غیر نظامی ولی دولتی بودن، جابجا بشن و چند سال در یه استان خدمت کنن و بعد به استان دیگری برن. این گونه شما خیلی ها رو میدیدید که در یه جا خودشون به دنیا آمدن، جای دیگری بزرگ شدن، از یه شهر دیگری زن گرفتن و بعد در سه تا شهرستان دیگر خدمت کردن و بچه‌هاشون در استان‌های متفاوت به دنیا آمده. این جریان خیلی کمک کرد به ساختن اون چیزی که از قرن 19 در اروپا آغاز شد به نام ساختن نیشن استیت یا به اصطلاح دولت ملت، و در دوره رضا شاه این کار آغاز شد. در دوره محمد رضا شاه به ویژه از هنگامی که وضعیت مالی دولت بهتر شد خیلی گسترده‌تر انجام شد. دیگه خیلی سخت بود که کسی بیاید بگوید که من و همسرم و مثلا سه تا فرزندم هر پنج تا مال این شهر، اینجا به دنیا آمدیم، اینجا بزرگ شدیم. اکثر کسانی که شما میدیدید در چند استان ایران زندگی کرده بودند، دوستانی داشتند، کار کرده بودند، یه جا دیگه تحصیل کرده بودند، یه جا دیگه خدمت نظامشون رو گذرونده بودند، خودشون از یه جا بود، همسرشون از جای دیگه و بچه‌ها هر کدوم متولد شاید یه بخش متفاوتی از ایران. در نتیجه پیوندهایی ایجاد شد که این پیوندها باعث شد که ایرانی ها هم کشورشون رو بهتر بشناسن، هم نگاهشون به هممیهنانشون در سراسر کشور یه نگاه خیلی همگون و همسان باشه. طرح بومی سازی که جمهوری اسلامی از چند پیش آغاز کرده، که من مطمئنم تأثیر نیروهای نفوذی تجزیه طلب هم در ساختار دولتی، در تشکیلات و حکومتی حتما درش اثر داشته، در ظرف 20 تا 30 سال باعث میشه که پیوندهای عاطفی در میان ایرانیان گسسته بشه. شما اگر یه جا به دنیا بیای، همونجا دیپلمتو بگیری، همونجا دانشگاه بری، همونجا خدمت نظامو انجام بدی، همونجا تر خارج از مرکزتو انجام بدی، از همونجا همسرتو برگزینی و همونجا زندگی کنی، طبیعی است نسبت به بقیه نقاط کشور حس همبستگی و همدلیت کمتر خواهد بود. مسئله بومی سازی مسئله بسیار خطرناکی است در دراز مدت برای حس همبستگی و همدلی ملت ایران، تضعیف میکنه و واقعا ناتوان میکنه پیوندهای عاطفی میان ایرانیان رو، و امیدوارم که هممیهنانی که میتوانن تصمیم گیرنده تو این زمینه ها باشن با چشمان باز نگاه کنن. ما نباید آن چیز رو که در تمام دوره رضا شاه کبیر و دوره محمد رضا شاه در این زمینه به دست آوردیم با سوی مدیریت های بخش قابل ملاحظه ای از دولت مردان جمهوری اسلامی در ظرف یک نسل از دست بدیم. سپاسگزارم از توجهتون.